اومد و خاتمی گفت وزارت اطلاعات ما آدم میکشه، من قبلا هم اینو گفتم دوباره میگم بهتون، چون یادتون میره بعدم نسل نو اومده. ژاک شیراک رئیس جمهور بود، گفتم من اون موقع محافظ داشتم، ماشین ضد گلوله داشتم و محافظ که وزارت فرانسه رئیس جمهور در اختیار من گذاشته بود، آقای دوبرم که وزیر کشور بود، رفیق من الان اون دفعه در مورد تئاتری که گذاشته صحبت کردم، و محافظم داشتم اینا، خود دیدم خاطر میخواد بیاد اینجا. حالا بگذاریم که من کاری کردم که تو تمام شانزلیزه باید پرچم ایرانه میزدن، با من مشورت کردن، من پرچم شیر خورشید دادم، گفتم این پرچم ایرانه، این از روز زدن همه شانزلیزه پرچم شیر نمیدونستین ها، تمام شانزلیزه پرچم شیر خورشید ایران بود. یهو شب شد مثل اینکه فرداش میخواد صبح خاتمی بیاد، یهو یکی زمینه نامردی میکنه لو میده، رفت اون نگفت نوبی پرچم ما ایران این نیست که، شاید خودش نمیدونم کی کاری کرده بود. بعد یهو دیدیم شبانه پرچم عوض شد، بعد من زنگ زدن گفتن پرچم که ایران نبود، گفتم پرچم ایران اینه که، گفت بابا رئیس جمهور فرانسه تو پرسیده تو گفتی اینه، گفتم آره دیگه همین دیگه، مگه چی شده؟ گفت میگن این پرچم که، گفتم نه بابا یک شاخ گاوه که پرچم. بعد گفتم من خواستیم بزنیم تو شانزی، گفتم نگفتین به من که، واقعا نگفتن که حالا بلد باشید. پرچم رو آوردم پایین، پرچم شاخ گاو آوردم بالا، من از کارو زیاد کردیم میکنیم، ابایی نداریم، ترسی نداریم، طلاک پاکه چه مهنتش به خاکه. گفتم رئیسی باید این آزاد کنی. اون موقع هم به شیراک گفتم مسیول پریزیدان تو برای من محافظ گذاشتی، ما 200-300-400 هزار یورو میگه خرج قضیه است. خب مردک که داره خاتمیت پیش تو یقش میگیره، میگه آقا چرا میکشی، نکش توی مملکت ما خارج از کشور. یهو یک نگاهی به من کرد، من خواسته بود اون موقعی که یک سری اطلاعات بگیر که وقتی میخواد با ایرانی صحبت بکنه بعد مدت ها بدون جف چی. نیم ساعت جلسه‌مون قرار بود باشه، شد یک ساعت خورده. به من یک نگاهی کرد، نگاه دانشمند به یک خر، یعنی من خر. گفتم آقای رئیس جمهور چرا جوری نگاه میکنی؟ گفت من رئیس جمهور فرانسه بیام به رئیس جمهور ایران که این چند میلیون رای آورده بگم تو تروریست هستی، تو آدم میکشی، حالا قبلی ها که بودم ولی اینکه نیست. گفتم آقای رئیس جمهور عصبانی نشو، ناراحتی نداره قربونت. گفتم جو ودیر سکه وودو ودیر. گفتم من به شما میگم آنچه که تو باید بی بابا بگی. گفتم شما خاتمی که اومد میگی مسیور پریزیدان، چرا با آقای رئیس جمهور ها اینجوری نشست خوششان. گفتم میگی شما مثل من رئیس جمهور یک مملکتی هستی که اون مملکت سازمان امنیت داره، امنیت داخلی، امنیت خارجی. درست آقای رئیس جمهور میگه بله بله بله. من میدونم آقای رئیس جمهور که همون سازمان امنیت شما مخالف بودن که شما رئیس جمهور بشی. بله 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 میگه. گفتم حالا بهش اینو بگی، میگه سازمان امنیت ما به من رئیس جمهور گزارش داده، نه گزارش ها، که ایران جمهوری اسلامی شما که تازه رئیس جمهور شدی از ایران آدم میفرسته چند سال تو اروپا آدم میکشه، تروریست میفرسته، شما لوتا بینا بخیر نفرسته دیگه. این اندیشگاه اوستا که این خط رو داد به پرزیدنت شیراک و این بهش گفت، همونجا بود که بعد ها بعد گفت اون موقع این آقای حشمت تبرزدی تو زندان بود، اون موقع ایشون رئیس اتحادیه دانشجویان ایران بود. حالا پشت سرشون هم خیلی حرف میزنن و دارم به شما میگم که خوب گوش کن. گفتم مثلا از جمله شیر رفیق ما دوتا مصاحبه ما بایش کردیم تا تلویزیون پخش کردیم انداختن زندان، رئیس دانشجو از کمیس میشه بنویس به آمده، من نوشتم تبرزدی بشتن. بعد وقتی که میگم درست میگید، من به این مسئله رسیدگی میگم، بیا آره بابا من بگم نکشن دیگه تو خارج از کشور، مگه نمیخوایم هوای شما رو داشته باشیم تو خارج، اگه میخوایم هوای شما رو داشته باشیم نکشن تو خارج از کشور، به وزارت اطلاعاتتون مختار بدید. منم بعضی وقتا برام سخته که به وزارت اطلاعاتم بگم. اینجور که گفتگو انجام شد، خاتمی همونجا که به مشورت میکنه با آدمایی که داشته، میگه که این که آقای رئیس جمهور به شما دادن که حشمت تبرزدی تو زندان، این دروغه، چون میفهمه که دوزارش خاتمی جا میفته که یک ایرانی پشت قضیه بوده. میگه این که حشمت تبرزدی آزاده بیرونه، ولی بقیه هم شهرشنا دست میده میاد بیرونه.